بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تذکر من به نمایندگان مجلس هست. میخواستم به هیئت رئیسه تذکر بدم ولی فکر میکنم فایده‌ای نداره. حداقل نمایندگان لازمه این تذکر داده بشه. برجام و مذاکرات ماه هاست در حال انجامه. متاسفانه مجلس در جریان حداقلی هم نیست. مردم از ما سوال میکنن، هیچ پاسخی ما نداریم بدیم که چه خبره، چه میگذره. یعنی امروز نمایندگان اکثرا از یک شهروند اطلاعاتشون بیشتر نیست. این حق نمایندگانه که بدونن مسیر مذاکرات به کجا داره میره، کجا ختم میشه. چرا مجلس تو بیخبری میذارید آقایون هیئت رئیسه؟ این مجلس در رأس امور کجای اموره؟ ما از قرارداد چین بیخبریم. کی میدونه تو مجلس قرارداد چین چه چیزه، چه موادی داره، چه کار میخوان بکنن؟ امروز مذاکرات برجام کدوم یکی از ما و شما خبر داریم چه میکنند؟ میخوان چه امتیازی بدن؟ میخوان چه امتیازی بگیرن؟ این مجلس نیست، ما نماینده نیستیم. ولی به پاسخ و مردم باید باشیم. مردم از ما میخوان. بد و بیراشو مال ما هست، ناسزاشو مال ما هست، ولی اینجا ما بیخبریم. چرا نمایندگان عزیز ما خودم مجلس بی اختیار کردیم؟ جدیدن مدل جدیدی هم پیدا شده که هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون 25 نفر برن با دولت بنشینن بگن آقای وزرا، آقای رئیس جمهور، ما همه کاره ایم. مجلس بی هیچ کار هست، تو حاشیه است. پیامش اینه، هرگز این باب نبوده. باد آقای بخبر مسئول اقتصادی دولت، آقای محسن رضایی، معاونین خدای رئیس بیان تو مجلس پاسخگو باشن. چه خبره؟ برجام چه میکنن؟ امرو مردم در تحت سخت‌ترین فشار اقتصادی هستن. یک نفر نمیاد اینجا پاسخ بده، ولی ما و شما تو حوزه میریم هر روز پاسخگو مردم باید باشیم. این چه مجلسیه؟ آقای هیئت رئیسه، آقای مصری، ما باید به کی بگیم؟ به کی باید پناه ببریم؟ هر روز مجلس داره ضعیف میکنه. این چه بدعتیه که شما دارید میذارید تعدادی خاص برن با دولت بنشینن؟ مگر ما نماینده نیستیم؟ مگر طبق اصلاح 85 قائم به شخص نیست نمایندگی؟ آقایون شما چه روی دارید برید با مردمتون صحبت کنید؟ اینا ضعف ماست. من خواهش میکنم آقای مصری تذکر، ما این آقای قالیباف میبینیم، ما این از چشم شما هیئت رئیسه میبینیم. دارد ما رو ضعیف میکنید، دارد ما رو تحقیر میکنید. نکنید این کارا. و سلام علیکم و رحمت الله.